بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بیننده های عزیز شبکه جهانی هادی از بخش فارسی دری با برنامه روشنا. مهمان خانه های گرم شما عزیزان هستیم. خدا کنه که جور سردمند باشین، شما مؤمنین روزدار طاعات و عباداتتان قبول باشه و از همه شما عزیزان التماس دعای مخصوص داریم. خدا کنه که در جمع اعضای خانواده محترمتان صحتمند باشین، موفق باشین و پیروز و همچنان بیننده برنامه روشنا باشین. ما هم همراه شما عزیزان هستیم در یکی دیگه از ماه مبارک رمضان، در یک روز دیگه و از ماه پرفضیلت ماه مبارک رمضان با شما عزیزان هستیم. گفتیم ماه پرفضیلت، بله، به واقعیت که ماه مبارک رمضان یک ماه پر از فضیلت هست که میتونیم با یک برنامه ریزی عبادی بسیار خوب از لحظات او بهترین استفاده را ببریم و یک فرصت بسیار خوب است برای به دست آوردن کمال و معنویت و رستگاری و رسیدن به تقرب الهی. انشالله که بتانیم به اینها به دست بیاریم و به تقرب الهی برسیم. البته گفتیم که رستگاری یکی از موضوعات بسیار مهمی که در زندگی ما و شما اهمیت داره و میتونه ما را به کمال و معنویت برسانه همین رستگاری هست که امروز میخواییم که با شما عزیزان در رابطه با رستگاری صحبت کنیم و ای که ماه مبارک رمضان آغازی دوباره برای رستگاری هست. پس همراه ما باشین. با خانم حسنزاده عزیز هستیم در استودیو، سلام گرم تقدیمشان میکنیم و آرزومند هستیم که طاعات عباداتشان قبول درگاه حق قرار گرفته باشه و خوش آمدید میگم به استودیو برنامه روشنا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان محترم برنامه روشنا. امیدوارم در هر کجا برنامه رو میبینن جور و صحتمند باشن. فرارسیدن ماه مبارک رمضان به حالت قرآن و بهار جانها رو خدمت شما و همه بینندگان محترم تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. سلامت باشید. ان شاء الله طاعات عبادات شما و همه بینندگان عزیز مورد قبول پروردگار قرار گرفت باشه. سلامت باشین. تشکر همچنین برای شما. و اما خانم حسنزاده، گفتیم که در ماه مبارک رمضان بهترین فرصت است که ما میتونیم به دست بیاریم رستگاری، تقرب الهی و کمال و معنویت و عبودیت ما میتونیم در این ماه پرفضیلت به دست بیاریم. از جمله چیزی که ما میتونیم به دست بیاریم در این ماه مبارک رمضان همین رستگاری هست و عنوان برنامه ما هم چقدر زیبا هست که ماه مبارک رمضان آغازی دوباره برای رستگاری و به واقعیت هم همه قسم هست. حالا بیایم رستگاری را تعریف کنیم. رستگاری چی هست؟ بله، خدا رو شکر میکنم که دوباره در خدمت بینندگان عزیز و شما هستم با موضوع جدید. همونطور که شما فرمودین در این ماه رمضان امیدوارم مسائلی رو بتانیم مطرح کنیم که ما رو گامی باشه به سوی رستگاری و با این مطالب بتانیم یک ماه رمضانی پر از واقعا ماه رمضان ماه خدا هست، ماه جانها و ماه اطاعت پروردگار است، بتانیم به رستگاری الهی برسیم در این ماه انشالله و برای همه ما انشالله میتونه ماهی که با آغاز طبیعت هست سالی همراه امنیت، آرامش و گامی به سوی رستگاری باشه انشالله. این تقارن این دوتا بهار را باید ما به خوبی و به نیکی یاد کنیم که انشالله که همزمان سالی پر از رزق و روزی و برکت و امنیت و سربلندی و هر چه خوبی هست برای هموطنان خوب ما باشه انشاءالله. موضوعی که برنامه برای ماه رمضان امسال ما در نظر گرفتیم، ماه رمضان آغاز دوباره برای رستگاری هست که انسان ماه رمضان همه میدانیم سر سفره پروردگار ما مهمان هستیم و خداوند یک سفره رو برای همه بندگان خودشون پهن کردن. بله. و هر کسی سر سفره هست به اندازه که خودش با توجه به اعمال و خودش میتونه از فیوز و برکات این سفره برداشت کنه و استفاده کنه. خب ماه
ماه رمضان همه میدانیم که معمولا معنویت در این ماه بیش از ماهای دیگه هست، یک نوع تقرب نسبت به خداوند بیش از ماهای دیگه وجود داره. خب ما میتونیم از همین تقرب و از همین چیز معنویت برای رسیدن به رستگاری ما استفاده کنیم. انشالله از این فرصت بتانیم به خوبی استفاده کنیم تا به اون رستگاری که واقعا لایق هر انسانی هست انشالله نائل بشیم. بله، یعنی یکی از اهداف ما همی باشه که ماه مبارک رمضان از دست ما بیهوده نره، تلف نشه، یعنی ما در غفلت نباشیم. یکی از اهداف بزرگ ما همی باشه که ما انشالله که بتانیم در این ماه مبارک رمضان روزه میگیریم، زحمت میکشیم، تلاش میکنیم، هدف ما رسیدن به رستگاری باشه. احسنت. حالا رستگاری چی از خانم حسن‌زاده؟ ما رستگاری رو البته هر فرد میتونه رستگاری رو یک جور معنا کنه. در تعریف میتونه بگیم هر کسی یک نوع معنا داره با توجه به اون ذهنیت خاصی که خود هر فردی داره. یک رستگاری رو در رسیدن به مادیات میدانه، قبول شدن در مثلا یک آزمونی میدانه، یا در یک مسابقه به یک بله بله برنده بشه، یا هر کسی، یا رسیدن به خانه یک موتری برای خود بخره. هر کسی رستگاری رو در ذهن خود یک جور معنا میکنه، ولی ما میخوایم در این مرتبه رو بالاتر ببریم در این بله. چیز و آنچه که خداوند مد نظر داره که در ما آیات زیادی رو خداوند فلاح و رستگاری رو برای انسان‌ها گفتن به این کارها رو انجام در چه بدیم چیزی هست. در چه چیزی هست به یک بعضی وقتا هم همه ما میدانیم انجام بعضی از اعمال انسان رو به فلاح و رستگاری میرسانه، به انجام اعمال صالح، و انشالله ما در ضمن مباحث اینها رو مطرح میکنیم. ولی اسلام به عنوان کامل ترین و جامع ترین چیز که میتونیم در بحثی که رستگاری رو مطرح کرده در قرآن آمده، به موضوعهای مختلفی در مورد رستگاری اشاره شده. ما حتی میتونیم بگیم حدودا 40 مرتبه در قرآن کریم فلاح و رستگاری رو خداوند نام برده. یعنی اهمیت داشته که خداوند این موضوع رو بله. در ضمن آیاتش بیان کرده و حتی به صفات کسانی که به رستگاری میرسن و که افراد عواملی باعث رستگاری انسان میشه درستان. اینها رو خداوند در قرآن مجید بیان کرده. خب رستگاری با توجه به اون تعریفی که میتونیم در بیان کنیم این است، از فلاح میاد که در قرآن هم به نام فلاح یاد شده بلد. هست. میتونیم بگیم که در هست به معنای شکافتن و بریدن هست. یعنی انسان تمام او مشکلات رو از بین ببره درست. و او موانعی که انسان رو به رستگاری میرسانه از بین ببره و بتانه به او پیروزی برسه. در یک کلام میتونیم بگیم نجات. خب بله. نجات انسان از او چیزی که عواقب بدی برای از او داره، مثلا خدای نکرده گناه داره برای از او، عذاب اخروی داره، اینها انسان نجات پیدا کنه. خب رستگاری میتونیم بگیم راه رسیدن به خوشبختیه، با توجه به این تعریفی که کردیم که نجات باشه بله. و پیروزی بیان کردیم، راه رسیدن به خوشبختی رو میتونیم بیان کنیم که انسان برای از او خلق شده. پس با توجه به اون چیزی که معمولا گفتیم که رستگاری رو هر کسی یک چیزی پیروزی رو بیان بله، میکنه بله. پس معمولا اون چیزهای مادی شاید مد نظر نیست. حالا شما گفتین که راه رسیدن به خوشبختی درست احسن. بسیاری از افراد هستن که خوشبختی رو در دنیا احساس میکنن احسن. حالا رستگاری و فلاحی که خداوند گفته، رستگاری که به معنویت میتونه ارتباط داشته باشه، حالا خوشبختی رو ما در اینجا میتونه معنی کنیم، یعنی که تقرب الهی به سعاد احسن، تقرب الهی و سعادت واقعی اخروی. یعنی انسان به یک سعادتی برسه و به یک خوشبختی برسه که نه تنها در این دنیا از او، بلکه در آخرت هم شامل حال از او بشه. خب همون نجات از گناهان میتونیم بگیم، رسیدن به پیروزی که خداوند برای انسان، خداوند رو برای از او خلق کرده. ما داریم که خداوند متعال میفرمایه من همه چیز رو برای توی انسان خلق کردم بلد. ولی تو رو برای
خودم خلق کردم. این رستگاری مخصوص انسان هست که میتونه به اون رستگاری که واقعی هست برسه و دامنش هم وسیع خامسوری. صرفا ما نمیتونیم بگیم فقط موارد اخروی باشه، بله، ولی موارد مادی هم میتونه شامل این رستگاری بشه. ولی مادیات دنیاویه که انسان رو به سعادت اخروی برسانه، یعنی درست. هدف باید هدف اخروی باشه تا انسان به سعادت برسه. آنچه که در آیات قرآن بیان شده این رو میفرمایم، بله. یعنی انسانی به سعادت میرسه، تنها هم سعادت و رستگاری مال مثلا اسلام نیست، در تمام ادیان این رستگاری، بحث فلاح و رستگاری مطرح شده. انسان این گنجایش رو داره در هر جا باش و هر موقعیت زندگی کنه و هر زمانی زندگی کنه و هر دینی داشته باشه، درسته، به این فلاح و رستگاری برسه. در صورتی که سعادت دنیا خداوند متعال در قرآن سعادت او رو و رستگاری و خوشبختی او رو زمانی میدانه که آخرت مطرح باشه. درست است. زمان میرسه که انسان رضایت خداوند را کسب کنه و به تقوای الهی برسه، یعنی اون موانع رو دیگه از بین ببره. پس اون رستگاری که در قرآن یاد میشه رستگاری است که انسان بتونه به تقوای الهی برسه. حالا ما رستگاری های متفاوتی هم داریم که شما گفتین، عنوان کردین که انسان ها در زمینه دنیا و زندگی هم حتی ادیان دیگه هم دارن، بله، در زمینه رستگاری. خب بسیار خب، حالا اگر که ما رستگاری رو که معنی کردیم برای عزیزان بیننده، شاید سوال پیش بیاد که خب پس عوامل از او چی هست و بله، چه عواملی میتونه باعث رستگاری شوه؟ حالا با توجه به این که ما در ماه مبارک رمضان هستیم، ماه بهار قرآن هستیم، ما میایم عوامل رستگاری رو در قرآن برای شما عزیزان بیان میکنیم، ذکر میکنیم و انشالله که بتانیم به رستگاری واقعی برسیم. و از همه شما عزیزانی که بیننده برنامه هستین، مطمئنا اگر که سوالاتی در این زمینه در ذهنتان میاد میتونین با ما در ارتباط باشین، به خاطر اینکه برنامه ما به صورت لایف و زنده تقدیم شما عزیزان میشه. بعد از یک وقفه کوتاه همچنان با برنامه روشنا همراه و همگام باشین که تقدیم شما عزیزان میشه. سپاسگزار هستیم از حضور گرم همه شما خانواده های عزیز و فامیل های محترم و هموطنان عزیزم. امیدوار هستم که با برنامه روشنا تا آخرین لحظات همراه و همگام باشین. موضوع برنامه ما امروز در رابطه با ماه مبارک رمضان، آغازی دوباره برای رستگاری هست و اینکه رستگاری چی هست و چقدر میتونه ما در زندگی ما و در عقوبت و رفتارهای ما مؤثر باشه، انشالله که در این زمینه با شما عزیزان گفتگوهایی خواهیم داشت. و ای که عوامل مؤثر در رستگاری در قرآن چه چیزهایی میتونه باشه، همه اینها موضوعات که و گفتگوهایی است که میخواییم با شما عزیزان داشته باشیم. حتما با ما همگام و همراه باشین. خانم حسنزاده، حالا که تعریفی از رستگاری داشتیم و ای که بله ما گفتیم که رستگاری میتونه که در مسائلهای مختلفی باشه و رسیدن به خوشبختی و رسیدن به تقرب الهی یک نوع رستگاری است که در قرآن ذکر شده برای ما، و حالا عوامل رستگاری رو هم میخواییم بیان کنیم که خب چه عوامل میتونه باعث رستگاری شده برای ما. بله، ما گفتیم ماه رمضان فرصتی هست برای رسیدن به رستگاری. انسان میتونه در این ماه با کمک خداوند متعال گام خیلی بلندی برداره در این زمینه و با استفاده از اون فرصت‌های معنوی که در این ماه مبارک برای انسان وجود داره، میتونه انشالله به سعادت دنیا و
آخرت برسه. اما در این جلساتی که ما در خدمت شما هستیم، عواملی که باعث رستگاری در قرآن هست ما اشاره میکنیم. درست. البته هر جلسه به اون چیز میزانه که وقت داریم، ولی میتونیم یک اشاره بکنیم که در قرآن چند چیز رو به عنوان عوامل رستگاری نام برده شده. درست. اطاعت از خداوند، یعنی خانم حسن زاده، ما این عواملی که شما بیان میکنید، یعنی اینا رو ما اگر در زندگی در نظر بگیریم، همون برنامه ریزی عبادی که در شروع برنامه ما گفتم، یعنی اگر ما این برنامه ریزی رو داشته باشیم و این مسائلی که شما اول بیان میکنین برای ما اینا رو در نظر بگیریم و عمل کنیم، به رستگاری میرسیم انشالله. پس بیننده های عزیز حتما دقت کنین در این زمینه. ما که میخواییم رستگار شویم، ما که میخواییم تلاش کنیم که بتانیم انسانهایی باشیم که به رستگاری برسیم، پس اینها راه داره و عوامل داره که خانم حسن‌زاده برای ما بیان میکنن، پس ما منتظر هستیم. یکی از مهمترین او عوامل چی است؟ ما اول یک نامی میبریم در کل جلسات، خب باز یک به یک کلیاتش رو بیان میکنیم، بعدش یک مفصل تعریف میکنیم، توضیح میدیم. ما میتونیم بگیم ایمان به خدا، مورد بعدی اینها عوامل رستگاری هستن که در قرآن به اونها اشاره شده. اطاعت از خدا، اطاعت از رسول، از اون خدا، و نماز میتونیم بگیم که از عوامل رستگاری، خودسازی و تقوا، یاد خدا، امر به معروف و نهی از منکر، انفاق و صبر و استقامت. این مواردی هستن که در قرآن و خیلی از موارد دیگه هم هستن که باعث میشه که انسان به رستگاری برسه. بله. با توجه و ما عواملی که ما میخوایم تک به تک اشاره کنیم که انسان رو به رستگاری و سعادتمندی و خوشبختی میرسانه، اولین مورد از او ایمان خدا هست. درست. خداوند متعال در ابتدای سوره مؤمنون آیه اول میفرمایند بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون. بله. یعنی به تحقیق و به راستی که مؤمنان رستگار شدن، نمیگه رستگار میشون، یعنی این کارها را انجام بدن رستگار میشون و حتمی بودن رستگاری رو برای از اونها داره بیان میکنه خداوند متعال. جالب از مؤمنون داره در این کلمه ذکر میکنه. اولین چیزی که برای رستگاری مهم است ایمان هست. خیلی ها میگن ما ایمان داریم، ما مسلمان هستیم. بله بله. ولی ایمانی که در این آیه مطرح میکنه خداوند متعال ایمانی نیست که لغلقه زبان باشه. بله. فقط به زبان انسان بیاره من ایمان دارم. درست. من مسلمان هستم. ایمانی مهم هست که با دل و جان از او بله به قلب شده باشه. عمل به قلب و عمل از او، در یعنی در کارها و عمل از او مشاهده بشه. یک فرد میگه من مسلمانم، ولی کارم که از او مسلمانی از او باشه انجام نمیده. بله. فکر میکنه که من مسلمان بودم به همو چیز ظاهری است. نه. اینجا خداوند میفرمایه مؤمنون و برای از او شرایطی رو ذکر میکنه. پس تنها اعتقاد زبانی و بله. چیز نیست، بلکه باید در عمل از او عمل صالح از او دیده بشه. پس اطمینان قلب هم داشته باشه به او عمل خود. بله. به ایمانی که داره بگه من از سر ایمان این کار رو انجام میدم. اینجا در خداوند وقتی در قرآن صفات مؤمنین رو اشاره میکنن، این رو میگن زمان موجب خوشبختی انسان میشه ایمانی همراه عمل صالح باشه. بله. نه اما صرف ایمان برای از او کافی نیست. خداوند متعال در سوره رد آیه 29 میفرماین آنها که ایمان آوردن، یعنی صرف ایمان، و کارهای شایسته انجام دادن پاکیزه ترین زندگی نصیبشان میشه و بهترین سرانجام رو دارن. این آیه باعث میشه که به انسان انگیزه بده، انسان امید بده که واقعا من که ایمان دارم عمل صالح انجام میدم، اما کار شایسته منظور عمل صالح انجام میدم، اینه که حواسم باشه خداوند به کوچکترین کار من میبینه و به او کوچکترین کار من پاداش داده میشه، یا اگه خدای نکرده او کوچکترین کار من کار ناپسندی باشه به او عواقبی داره. خب این امید، این آیات که انسان رو به رستگاری دعوت میکنه و میتونه در این ماه هم مقدمه انسان باشه برای رستگاری در ماه مبارک رمضان، با توجه به معنویاتی که در انسان وجود داره، پس خب این باعث میشه برای مؤمنین انگیزه داده بشه. من که ایمان آوردم، من که دارم اسم خودم رو مسلمان گذاشتم و علاوه بر ایمان زبانی ایمان قلبی هم دارم، این است که کارهای من هم باید طبق آموزه‌های اسلام باشه. بله.
درست است. بعد از ایمان که مت نظر هست در برای رسیدن به رستگاری، فرمودن اطاعت از خدا و رسول خدا هست. بله. یعنی دومین عوامل، دومین عملی که بسیار زیاد میتونه مؤثر باشه اطاعت از خداوند هست. بله. اطاعت از خداوند و دعوت پیامبران، به خصوص پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. یعنی بعد وقتا میگم ما ایمان میاریم، ولی چجوری باعث بشه که این را اجرا کنیم؟ بله. خب همون فرامینی که خداوند برای انسان داده، همون را اطاعت کنیم. دستوراتی که خداوند برای انسان داده، اگه خداوند به دستور میده که مثلا ماه مبارک رمضان رو روزه بگی، دیگه اینجی چونه چرا نیاریم؟ چرا من روزه بگیرم؟ بله. به چه دلایلی؟ اگه کسی که واقعا ایمان آورده به خداوند، ایمان آورده و حرف شنوی از خداوند متعال داره، دیگه چونه چرا نمیاره و او رو اجرا میکنه و اطاعت میکنه. نه، اطاعت محض از خداوند داشته باشه در هر زمینه. حتی بسیار وقتا انسان ها دچار مشکلات میشه که فکر میکنه که خب اگر مثلا من این کار انجام بدم، امکان داره که به بدنم، به جسمم یا به رویم صدمه بزنه، ولی میبینیم که این حکمت خداوند و دستور خداوند هست و انجام میتیم او را. یعنی اطاعت محض از خداوند. خب پس این اطاعت خودش میتونه باعث رستگاری شود. یکی از مواردی که از رستگاری هست. پس میگن که ما داریم در سوره نور آیه 51، خداوند متعال در این زمینه میفرماین سخن مؤمنان هنگامی که به سوی خدا و رسولش دعوت میشوند تا میان آنها داوری کنند تنها این است. یعنی مؤمنان میگن شنیدیم و اطاعت کردیم. یعنی آنچه نه که خدا و رسول از او گفت ما شنیدیم، از او اطاعت کردیم. اینها خداوند میفرماید اولئک هم المفلحون. اینها همون کسانی هستند که به رستگاری میرسند. بله. یعنی و رستگار واقعی اینها هستند. این رو خداوند متعال در این آیه بیان میکنه. پس شنیدن و اطاعت کردن این یکی از زمینه هایی است که انسان واقعا باید در زندگی خود اجرا کنه. همونطور که شما فرمودین ماه مبارک رمضان هست، ممکن هست برای یک نوجوانی که تازه به سن تکلیف رسیدش فرق نمیکنه، برای یک دختر باشه یا پسر، روزه گرفتن بسیار مشکل باشه. بله. و از این طرف بیان بگن که والدین از این بگن این دختر ما ضعیف است، نمیتونه روزه بگیره، و در صورتی که خداوند گفته اگه مشکلی نداری، تکلیفی نداری، باید دختر 9 ساله که به سن تکلیف رسیده روزه بگیره. خب اگه تکلیف جسمی نداره، وظیفه از این روزه گرفتن است، ولی پدر و مادر مانع از این میشن. مثلا خدا نکرده بعضی پدر و مادر میگن که هنوز زود است، هنوز از لحاظ جسمی آمادگی نداره. چطور خداوند متعال میدانه که از لحاظ جسمی اینو جوان شما آمادگی داره؟ بله. ولی خداوند با او که ما میگیم که لطف خداوند بی نهایت هست دیگه، بیش از لطف یک پدر و مادر هست. درسته. خب با توجه به قاعده لطف خداوند متعال، تکلیف رو برای دختر نوجوان یا پسر نوجوان، روزه رو واجب کردن و نماز رو واجب کردن، پس ما هم باید اطاعت کنیم و از این پیروی کنیم تا جایی که ممکن هست، حتی تشویق کنیم این جوان رو به روزه گرفتن. خب از اینجا فهمیده می شود مقتضای او ایمانه و اعتقاد قلبی که انسان داره باید به فرمایشات خداوند و رسول خدا پیروی کنه و از اونها اطاعت کنه. یعنی هرچی خدا و رسول از او گفت لبیک بگه. یعنی یکی از صفات مهمی که یک انسانی که ایمان به خداوند داره همیست که اطاعت از دستور خداوند داشته باشه در همه شرایط. که یک نمونه بسیار خوب و زیبایی که شما مثال زدین همین ماه مبارک رمضان هست و روزه هایی که مؤمنین میگیرن و اطاعت میکنن از خداوند، و من میتونم بگویم که یک نوع اطاعت محض هست، چرا که انسان ها در مقابل خودشان در دسترسشان هست همه چیز، میتونن بخورن، میتونن بیاشامن، ولی به دستور خداوند مانع هست و منع میکنن خوردن و آشامیدن، فقط صرف به خاطر دستور از اطاعت از خداوند هست. خب تشکر و سپاسگزار و میان برنامه تقدیم شما عزیزان میکنیم و بعد از او همچنان در بخش پایانی همراه ما باشین تا بسیاری از عوامل دیگر هم تا فرصت هست برای شما عزیزان بیان کنیم. امیدوار هستم که با صحتمندی، با سلامتی بیننده برنامه روشنا باشین تا آخرین لحظات. الله
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تشکر از همراهی گرم همه شما خانواده‌های عزیز و بیننده‌های محترم. عوامل رستگاری را بیان می‌کردیم و امیدوار هستیم که بتانیم اینا را در زندگی خود ما عمل کنیم. ایمان به خداوند و اطاعت از خداوند، این دو عامل مؤثر در رستگاری هست که خداوند در قرآن بیان کرده و گفته که اگر ایمان به خداوند داشته باشیم، ایمانی که فقط به زبان نباشه، به قلب و به عمل باشه و بعد از او به دستورات خداوند اطاعت محض داشته باشیم، این خود میتونه عامل باشه برای رسیدن به رستگاری که انشالله که همین گونه خواهد بود. ما و شما عزیزان عمل کنیم در زندگی و رستگاری را ببینیم. اما عوامل دیگه هم هست که میشنویم خانم حسنزاده عزیز اونها را برای ما بیان میکنه. بله، از عوامل دیگه که بسیار میتونه در رسیدن به انسان رو به سعادت اخروی نزدیک کنه و به رستگاری برسانه این است که نماز هست. یکی از کلیدهای مهم برای رسیدن به رستگاری است. خداوند متعال در سوره مؤمنون در ادامه‌ای که می‌فرمایند قد افلح المؤمنون، می‌فرمایند الذین هم فی صلاتهم خاشعون. بله، یعنی کسانی که در نمازشان خاشع باشند. یعنی علاوه بر اینکه فرد نماز میخونه، در نماز خودش خشوع داشته باشه، متواضع باشه. بله، الان توضیحاتشو میده. همون خشوع به معنای تواضع و ادب، نه تنها جسمی بلکه روحی هم بله. مد نظر هست. نماز رو خداوند در رأس تمام کارهای نیک و حتی آموزه‌های اسلام قرار میدن. میگن که فردی که ایمان داره، پس فردی که ایمان داشت با اسلام داشت ما جدا کردیم. ایمان همون اعتقاد قلبی که به خداوند انسان داره و به کارهای نیک از او هم منتهی میشه. پس وقتی که ما میگیم که کسی ایمان داره، مطمئنا دیگه اهل نماز و بقیه چیز هست و در رأس عبادات هم معمولا نماز قرار داره. علاوه بر اینکه خداوند میفرماید نماز بخواند، این است که دستور به نماز دادن فرمودن کسی هست که خاشع است در نماز خواندن. بله، یعنی به او کیفیت نماز خواندن اشاره دارن، حالت نماز خواندن. بعضی وقتا ما نماز میخوانیم و فقط صرفا میخواهیم از این نماز یک بار ما واجب شده خلاص شویم، با یک رکوعی میکنیم، سجودی میکنیم و قنوتی میکنیم و تمام. ولی در نماز این نماز خاشعی این دیگه مد نظر نیست. نمازی هست که با تمام اعضا و جواره روح و فکر انسان باشه. درسته. بله خانم زبوری، ما دو تا نماز میتونیم در نظر بگیریم، نماز حد عقلی و نماز حد اکثری هست. خوب. نماز حد عقلی همونی است که همه نماز رو به جا میارن، یک رکوعی ظاهری دارن و از جواره خود خود یک رکوع سجودی و قنوتی دارن و نماز میخونن. بله. ولی نماز حد اکثری در این چه مد نظر است؟ یعنی نمازی که با قلب انسان، روح انسان عجین شده باشه. درست. بتون اون نماز حد اکثری از انسان رو میتونه از پستی ها و زشتی ها باز یعنی بداره. یعنی اون نماز حد اکثری هست که ما را میتونه به رستگاری برسانم. اونجا هست که انسان رو میتونه از پلیدی ها دور کنه و به سعادت و خوشبختی و رستگاری انسان رو برسانه. پس سعی کنیم حداقل در این ماه رمضان یک شروعی برای خود داشته باشیم برای نمازهای خود. همونطور که روزه میگیریم و انسان معنویت انسان با خدا بیشتر از قرآن میخونیم، این نماز را هم دقت کنیم. نماز را جوری کنیم که این ارتباط و پیوند قلبی خودمان رو با خدا بیشتر کنیم. حالا خانم حسنزاده، این گفتین که حد اکثری، درست؟ بله. این حد اکثری از لحاظ کمی یا کیفی؟ از لحاظ کیفی. از لحاظ کیفی. احسن. نه که مثلا ما رکعت زیادتر بخوانیم یا مثلا یا بیشتر بخوانیم. از لحاظ کیفی باید او را ما
گسترش بدیم و بهتر کنیم. یعنی این است که وقتی که با خدا داریم صحبت میکنیم، غرق در مناجات خداوند بشیم، غرق در او از کار نماز بشیم، که واقعا حضور قلب داشتن واقعا خیلی میتونه سخت باشه. درسته. در این مورد و نیاز به تمرین زیادی داره. بعضی وقتا مثلا ما به افرادی گفتیم در نماز خودتون خشوع داشته باشه، گفتن هر وقت ما میخوایم نماز بخونیم تمام فکرای عالم سر ما دور میزنه، دقیقاً تمام مشکلات ما در یاد ما میاد. یعنی جوری میشه که اون مشکلات غلبه میکنه بر اذکار نماز. نماز خوانده میشه، از آخرش نمیفهمیم که چی شد و به کجا رسید، ولی سعی کنه انسان که این نماز رو جوری دیگه تغییر بده، یک تحولی ایجاد کنه در بحث نماز برای خودش. حالا این حرفی که شما گفتین بسیار مناسب هست، بخصوص در ماه مبارک رمضان. حالا انشالله که وجود نداره در خانواده های ما، ولی خب معمولا شاید وجود داشته باشه، انشالله که نباشه در اعضای خانواده های ما. مثلا روزه را میگیرن، بسیار هم برشان حساس و مهم هستی که افطار و سحر و ایام ماه مبارک رمضان، ولی بازم که ببینید در نماز خودشان کاهل هستن. این دیگه شامل حال در حالی که نماز تاکیدش بیشتر است. اول نماز است، بعد روزه، بعد روزه است. اینجا دیگه شامل اون نماز حداقلی هستن که میگن ویل للمصلی. همین نمازهایی که افراد کاهل هستن، درسته، باعث میشه صحوا نماز رو خدای نکرده به درایری که بعض وقتا یا خارج از ماه رمضان انجام نده. اینجی باید دیگه انسان به این نماز توجه ویژه داشته باشه. یعنی نماز رو جوری باید انسان به در بخانه و حضور قلب داشته باشه که باعث خودسازی از او بشه. درسته. باعث بشه که در تربیت بشه. بحث نماز واقعا میتونه در افراد تاثیرگذار بله. بشه و میتونه. روز ما 5 وعده داریم نماز میخوانیم، یعنی اگه بخوانیم 3 وعده جمع دقیقاً. کنیم جمع کنیم در 3 وعده نماز بله. خوانده میشه. خب اگه خواسته باشیم برای هر کدوم از اینها ما از کاری رو داریم برای آن میکنیم، رکوعی داریم، سجودی داریم. اگه همینا با توجه باشه، با حضور قلب باشه، بدانید چه دگرگونی و تحولی بله. در وجود انسان این اتفاق میفته. تنها عن الفحشای ول منکر، یعنی ما را نماز میتونه از بسیاری از زشتی ها باز داره. اگر نمازی که به واقعیت نماز همون نماز حد اکثری یعنی نمازی که با تمام وجود باشه، یه نمازی که دیگه بخوانیم و یک الله اکبر بگویم و رکوع و سجود و خلاص. اینطور نماز میتونه حتی خونزوری در بقیه اعمال ما تاثیرگذار باشه. فردی که به این شکل نماز میخونه در تهذیب نفس از او تأثیر داره، نه تنها در کارهای فردی از او، در کارهای اجتماعی از او تأثیر داره. درسته. ممکنه یک دکاندار باشه بله. ولی که نماز رو از نوع نماز خاش اون بله. خود و نمازی که خشوع در او داشت در کسب و کار از او هم تأثیر داره. میتونه بگه که او وقتی که میخواست به جایی برسه که دروغ بگه، ولی چون نماز خوانده که او رو خودسازی انجام داده، در او از او تهذیب نفس انجام داده، این نماز میتونه روح جان از او رو تحول ایجاد کنه ده. و حتی جایی که منفعت از او هست، خدای نکرده دروغ نگه و مثلا کارهای دیگه که میتونه انسان انجام بده و دست از او بازه، ولی اون نماز باعث بشه اونها رو انسان باز دارنده باشه ده. برای از او. خداوند متعال هم در سوره حج میفرماید ای کسانی که ایمان آوردید رکوع کنید و سجود کنید. خب دستور به نماز میده مطمئنه و پروردگارتان را عبادت کنه، حال به وسیله روزه باشه، حج باشه و دیگه از عبادت هایی که انسان میتونه انجام بده. بعدش میفرماید و کارهای نیک انجام دهید و عمل صالحات احسن که در اینجا شاید رستگار شد. اگر انسان رستگاری رو میخواد در این ماه باشه، علاوه بر اون رکوع و سجود، کارهای نیک رو هم باید در نظر بگیره. و ما خیلی آیات قرآن داریم توصیه به نماز کردن و نمازی هم که مد نظر آیات قرآن است و انسان رو به رستگاری میرسانه، نمازی که ما سرسری بخونیم و در بقیه اعمال ما تاثیر داشته باشه درسته. مد نظر نیست، به قول شما کیفیت نماز خود ما رو بله. بالا ببریم. اینطور نماز مد نظر هست که واقعا حضور قلب و دگرگونی در ما ایجاد کنه. و همچنین ما در ادامه همین سوره رو بعد از او که صفات دیگه کسانی بله. که رستگاری میرسن بیان میکنه، آخرش خداوند متعال در سوره مؤمنون آیه 9 باز اول آیه دوم هم این رو نشانهای مؤمنون رو بیان میکنن و آیه 9 هم همین رو میفرن، میگن نمازی ارزش داره که محافظت و مراقبت باشه.
بله یعنی من نماز بخونم ولی برم از وقتی که از فردی ممکن است در مسجد نماز بخونه، وقتی خارج بشه در دم دکان خو بره یا یک معلمی از به صنف بره و داخل مکتب بره و اخلاق از او اخلاق یک نمازگزار نباشه، حتی باعث میشه که اثرات سوی هم بر روی افراد بزنن، بگن فلانی نماز میخونه ولی دکانداری از او با خدای نکرده با ربا و با هزار تا مشکل بله، هست بله. و یا معلمی هست داره درس میده ولی اهل نماز است، اهل روزه هست ولی اخلاق نداره، اخلاق نداره. مال مردم هم میخوره. حالا بسیاری از جوانای امروزه که ببینن که زیاد اهل نماز نیستن، وقتی که ازشان پرسان کنی یا تحقیق کنی بگویی که خب چرا نماز نمیخوانی، پدرت مادرت خانوادت کلش نمازخوان هستن، مثلا چرا نماز نمیخوانی، میگه که من که دیدم پدر و مادر نماز میخوانن ولی بد اخلاقی میکنن، رفتار خراب دارن، دروغ میگن یا خدای نکرده عمل ناصالح دارن، خب چی فایده از اون نماز خواندن؟ یعنی ما باید الگوی مناسبه باشیم، یعنی نمازی که میخوانیم باید با اخلاق، رفتار، با عمل صالح خودمون نشان بدیم که با نماز خواندن ما میتونیم به یک قسم یک رفتار مناسب داشته باشیم. قسم نباشه که نماز میخوانیم، روزه میگیریم ولی رفتارهای ما رفتارهای درست نباشه. وقت جوانای ما دیگه مطمئنا اون چیزی که ما میخوایم نمیباشه دیگه. اینجا چون اون محافظت و مراقبت رو نداشتیم. دقیقاً. فرد دنبال از او که به قول شما خدای نکرده یک جوانی زده شده از نماز یا باعث شده که افرادی دیده که نماز میخونه، اینجا نه تنها اثر بازدارنده نماز برای انسان نداشته بلکه اثر سوی در روی دیگران داشته. بله. این نماز ما باعث شده خدای نکرده به دیگران لطمه بزنه. خب همچین نمازی او حد نماز حد اکثری نیست، پس باید انسان مؤمن به اون نمازی که میخونه، با اون روزه‌ای که میگیره دقت کنه. ماه رمضان هست و در این ماه قرآن، بهار قرآن نامیده شده. بله. قرآن سبب خواندن قرآن بیش از ماهای دیگه ذکر شده، نه تنها خواندن قرآن بلکه سبب هر کار ما در این ماه بیش بله. از ماهای دیگه ذکر شده. برای همه انسان ها معمولا در این ماه کارهای خوبی زیادی انجام میدن ولی از بقیه ماه دیگه غفلت میکنن به خاطر اون ارزشی که این ماه داره. یکی از اون کارهای از اون خواندن قرآن هست. بله. افرادی هستن که فکر میکنن حتی یک جز قرآن رو برای خودشان در نظر میگیرن، من امروز یک جز قرآن رو 30 روز است باید 30 جز قرآن رو بخونم. خب این کار خیلی خوب است، خواندن قرآن واقعا نور میتونه به زندگی انسان نور بده، به خود آدم، به جسم از انسان. بله. و به روح. خوب است در کنار از خواندن قرآن یک تدبری هم در قرآن بکنیم. درست. حداقل از یک جزء یعنی بفهمیم که چی میگه برای ما قرآن. 10 دقیقه به یک آیه تمرکز کنیم و به اون آیه دقت کنیم، این چی میگه، منظور از این آیه چی است که خداوند فرموده. خب وقتی انسان تمرکز کنه باعث میشه که او دیاد از او بمانه. ممکنه ما صفحات زیادی از قرآن بخونه ولی بله. بپرسن از ما چی خواندی، صرف قرائت میشه، یعنی الفاظ قرآن رو میخونیم. او هم برای خودش ارزش داره و قابل احترام، ولی خوب است انسان در کنار او یک ساعتی که برای تلاوت قرآن میگذاره حداقل 10 دقیقه برای تدبر قرار بده. من در یک جایی بودم وقتی که قرآن تمام شد همه خواستن برن، وقتی بهشون گفتیم که ما میخوایم تدبری از قرآن بهشون بیان کنیم بله. گفتن نه دیگه، ما قرآن خواندیم خدا قبول کنه. و در وقتی بهشون متذکر شدیم که اصل او تدبره، یعنی 10 دقیقه برای بله، تدبر بله. انسان قرار بده شاید او مسئله اصل باشه. ما نکته هایی از او تدبر در قرآن یاد بگیریم که بتونه زندگی ما رو عوض بله. کنه. اصلا هدف از قرآن خواندن همیست که ما بتونیم دستورات خداوند در قرآن بفهمیم، متوجه شویم و عمل کنیم. و افرادی هم خود خداوند گفتن کسانی که به رستگاری نمیرسن یکی از عواملش این است که آگاهی ندارن. ما داریم افرادی که واقعا آگاهی ندارن، کسی که از دستورات الهی آگاهی نداره چطور مایه با او دستورات عمل کنه؟ چون بعضی از افراد یا آگاهی دارن، آگاهی دارن که به یقین نرسیده، آگاهی صرفی که از این طرف از اون طرف شنیدن، ولی انسانی که میخواد آگاهی خود خود بالا ببره به وسیله تلاوت قرآن، به وسیله تدبر در قرآن میتونه آگاهی خود خود بالا ببره. بله. و اون چیزی که واقعا در
شن یک انسانی است که به رستگاری و سعادت و خوشبختی برسه ای رو درک کنه و از انسان آگاهی از او بالا بره در پی از او عواقب کارها رو میدانه. مثلا انسان میدانه که برای کار خطایی که من انجام دادم عذابی هست، درستن عقابی هست و یک و بالاخره نتیجه اعمال خودش هم میگیرن و برای از او یه چیزی قرارداد شده، این باعث میشه که انگیزه بشه که از او کار دوری کنه. این بحث انگیزه خیلی میتونه در سعادت و شقاوت بله. انسان تاثیرگذار باشه. خانم حسن‌زاده فکر میکنم که عوامل باز هم هست بله. امروز که نمیشه، انشالله در هفته بعدی بعدا میکنین برای عزیزان بیننده. انشالله ما عوامل زیادی رو تا اونجا که وقت برای ما اجازه بده در جلسات بعدی انشالله در خدمت بینندگان هست. بله بسیار عالی، ما بسیار خوش میشیم که بشنویم و ببینیم که چه عواملی میتونه باعث رستگاری ما شه و انشالله اونا را متوجه باشیم و عمل کنیم در زندگی ما. سپاسگزار هستیم خانم حسن‌زاده. خواهش میکنم. از حضور گرم شما عزیزان بیننده هم که تا این لحظه همراه ما بودن سپاسگزار هستیم و با اتفاق خانم حسن‌زاده از حضور شما خداحافظی میکنیم و امیدوار هستیم تا هفته دیگه‌ای که باز هم با عنوان موضوع رستگاری و عوامل از او با شما عزیزان هستیم حتما بیننده باشین و برنامه روشنا هم هر روز تقدیم شما عزیزان میشه. همراه ما باشین و تشکر از همراهی شما. خدا نگهدارتان. وعجل فرجهم.